قبل به فکر این بودم که چه کار می شود کرد که میوه هایی که مصرف می کنیم، حبوباتی که مصرف می کنیم، میوه هایی که از گلخونه ها مصرف می شود از بند کودهای شیمیایی آزاد بشن و کودهای ورمی کمپوست که تمام ارگانیک هستند با آزمایش های خودشون رو خوب پس دادند جایگزینی برای کودهای شیمیایی باشند که الحمدلله با یکی از دوستان بسیار صمیمی و خوبم آشنا شدم. جوان بود، پر انرژی و قرار بر این شد که به هر حال این کارخونه رو تولید بکنیم. ورمی کلمه لاتین به معنی کرم است. در مراحل تولید ورمی کمپوست از نوعی کرم خاکی به نام کرم حلقوی بارانی یا کرم حلقوی قرمز استفاده می شود. روش های مختلفی برای تولید ورمی کمپوست وجود دارد. در روش کاملا سنتی، کود حیوانی یا پسماند زباله ها روی پلاستیک در سطح زمین ریخته شده و کرم به آن اضافه می شود. این روش بدی نیست، روش خوبیه، ولی خب از لحاظ کیفیت و استاندارد یک خطراتی داره و در برابر دشمنایی که این کرما دارن امنیتی نداره. میدونید که حلزون ها، موش ها، مخصوصا موش کور دشمنان اصلی این کرم ها هستن. اصلا کلن گوشت خارن و اینا رو دوست دارن. اونا یک سری آفات دیگه هم هستش. یه سری کرمای قهوه‌ای رنگ، کرمای ریز قهوه‌ای رنگ، یه سری کرمای زرد رنگ کوچیکه. خب اینا به عنوان آفات این کرم ها استفاده میشه که تو روش باز یا همون روش تحلیلی که خدمتون عرض کردم هیچ کدوم اینا نه مدیریت میشه، نمیشه روش تمرکز داشت. در روش دیگر حوضچه های در سالن سرپوشیده احداث شده است. کود حیوانی یا پسماند زباله ها داخل این محفظه ها قرار گرفته و سپس به آن کرم اضافه می شود. در این کارگاه تولیدی پایه و اساس کار تقریبا مشابه روش های قبلی است، با این تفاوت که کود حیوانی داخل ظروف پلاستیکی ریخته می شود و در قفسه هایی که دارای چند طبقه است قرار می گیرد. با این کار تولید کننده از فضای سالن استفاده مطلوبی کرده و توانسته مقدار بیشتری ورمی کمپوست در واحد سطح تولید کند. ابتدای کار گفتیم که کودمون رو به بهترین نحو ممکن تولید بکنیم و در سطح استانداردی که الان در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن تولید میکنن انجام بدیم. واسه همین اولین چیزی که مد نظر گرفتیم کار کردن تو فضای بسته بود، یعنی سرپوشیده که بشه تمام 12 ماه سال رو کار انجام داد و بهترین کیفیت بود. در این محل از کود حیوانی ورمی کمپوست بازیافت می شود. بنابراین ماده اولیه کود حیوانی است. ما اگه بگیم که 100% ماده‌ای که در پایان کار برای ما میمونه اون فضولات کرم خاکیه، اشتباه فوق‌العاده زیادی انجام دادیم. ما میتونیم بگیم حدوداً 70-80% میتونه باشه و مابقیش موادی که از بدن کرم خاکی خارج میشه و در اثر مجاورت با همین مواد اولیه فساد پذیر فسادش سریع‌تر انجام میشه و تبدیل به ورمی کمپوست میشه. پس هر چقدر روی ماده اولیه ما تمرکز بیشتری رو انجام بدیم، مسلماً ماده بهتری رو در پایان کار با استاندارد جهانی میشیم. همانطوری که میدانیم، میزان اسیدیته کود حیوانی زیاد است. برای اینکه مقدار اسید در این کود کم شده و به مقدار مناسب برسد، کود روی سرند به مدت چند دقیقه شستشو می شود. این داره منافذیه که آب رو از خودش رد می کنه. این دیگه بهترین حالته برای شستن تا مواد زائدش، اون آب زهره که تو کود می گن، تمام ازش خارج بشه و بره.
پس از آبگیری ماده اولیه را به سالون برده و در حوضچه مخصوص انباشته می کنن. مواد اولیه رو میاریم و وارد این حوضچه که محل دپومون هستش اینجا میریزیم و پخشش میکنیم. بعد این مرحله چون میخواییم غذامون عملآوری بشه روش یا اصطلاح بهش بگیم غذامون جا بیفته، یک پلاستیک رو میکشیم بالای این قسمت. حدود 72 ساعت تا 96 ساعت غذا رو به اجازه بهش میدیم که تو این محفظه بمونه که تا این مرحله داغ میشه و حالت پاستوریزه کردن غذاست، کاملا غذا پاک میشه و غذا جا میفته. بعد از 72 ساعت یا 96 ساعت ما میایم پلاستیک رو جمع میکنیم و در این مرحله نوبت اضافه کردن باقی موادیه که حالا ما از نظر اسیدی یا بازی بودن روی اینا حساسیتی نداریم. برای تولید کود عالی و ارگانیک باید نسبت کربن به نیتروژن در نظر گرفته شود. همانطور که می دانیم کود حیوانی منبع سرشاری از کربن است. برای تامین نیتروژن در ماده اولیه باید موادی که تامین کننده نیتروژن نیز باشد به آن اضافه شود. این مواد متناسب با فصل می تواند به ماده اولیه یا جیره غذایی اضافه گردد. مثلا الان ابتدای زمستونه، خدا رو شکر الان درصد مثلا برگی که توی خیابون ها ریخته، در پارک ها ریخته به وفور زیاده، حالا اگه باغات هستش که به وفور زیاده. همین برگ جمع‌آوری میشه به صورت پودر، میشه یکی از مواد اولیه که جهت مصرف کرماست. الان مرحله اضافه کردن برگ خوش شده مونه که گفتم که بهتر منبع نیتروژن مونه. این برگ ها توسط دستگاه خردکنی که داریم خرد میشه و اینجوری به غذا اضافه میشه. بحث خرد کردنش فقط به خاطر اینه که هر چقدر این پودرتر باشه برای خوردن کرم ها مناسب تره و از همه برگ ها بهتر همین درخت چنار که الان همه جا هستش و خیلی آسونه به دست آوردش. ما کاملا این برگ ها که ریخته شد در این مرحله همزنی میکنیم و بحث رطوبت دادن نهاییشه که میخواد بره وارد باکس ها بشه. این کرم ها کلن رطوبت رو دوست دارن، ولی موقع که رعایت بکنی رطوبت داخلو، اول اینکه رطوبت در پایان دورت مناسبه، یعنی شما لازم به خشک کردنش دیگه نداری، یعنی در پایان شما کرم رو که جدا میکنی کاملا کودت آماده است، فقط میخواد سرم بکنی. یکی این، یکی دیگه بوی نامطبوع نمی کنه، مثلا بوی لجن نمی کنه. سوم هم این که کودی که داخلش یک مقدار آب باشه یک سری حشرات رو به خودش میگیره. این موقع که رطوبتش کاملا مدیریت شده باشه دیگه هم چه اتفاقاتی واسش نمیفته و شما یک کود خالص‌تر و دقیق‌تری رو در آخر جمع‌آوری میکنید. برای تشخیص اینکه غذا یا ماده اولیه آماده است باید مشتی از آن را برداشته و در میان انگشتان بفشاریم. در این هنگام باید مقداری آب از میان انگشتان چکانده شود. پس از انجام این آزمایش غذای کرم ها برای انتقال به ظروف و بستر آماده است. این مرحله مرحله توزینه. اون میزان وزنی که میخواییم ماده اولیه‌مون در هر ظرفی داشته باشه رو اینجا مشخص میکنیم. این خدمت علاقه‌مندان این کار بگم که معمولا میزان حجم غذا در ابتدا فوق العاده بیشتر از اون چیزی که شما در آخر دیدین، فقط اونم به خاطر همون لکه بودنش و جدا بودن مواد اولیه از هم دیگه است. در پایان که همش به صورت یک شکل در میاد، به صورت پودره.
غذا پس از عبور از دستگاه گوارش کرم به وسیله اسیدهای هومیک ترشح شده آغشته و استریل می شود. همچنین موادی به صورت دانه های ریز با رنگ قهوه‌ای سوخته از کرم دفع می گردد. این مواد حاوی عناصر قابل جذب مثل ازوت، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، آهن، روی و منگنز است. به همین خاطر می تواند جایگزین خوبی برای کودهای شیمیایی باشد.